زورگو قسمت دوم. این داستان ادامه داشت. کار و کار و کار و شبها به اجبار رفتن به مدرسه و سازندگی در ده ما ادامه داشت و انقدر پیش روی کردند تا ارتباط را از ده ما به جاده شمال سهل و آسان کردند و رفت آمد بیشتری در ده ما ایجاد شد. یکی دو نفر از ده ما در کنار جاده یک قهوه خانه ساختند که روز به روز بر گسترش آن افزودند و آنجا شده بود سرزمین آرزوهای من که بروم و در آن قهوه خانه کار کنم. یک روز که به خاطر زن بابام پدرم مرا کتک زد، به حالت فرار و قهر از خانه بیرون آمدم و به قهوه خانه رفتم. صاحب قهوه خانه که از اهالی ده بود و پدرم را خوب می شناخت گفت از بابات اجازه گرفته ای؟ فردا نیاید اینجا آب روی ما را ببرد. گفتم من دیگر بزرگم و نیازی به اجازه پدر ندارم و از شما می خواهم که در اینجا به من کاری بدهید. اما روز دوم کارم پدر با عصبانیت وارد قهوه خانه شد و شروع به داد و فریاد کرد که من خودم به کارگر احتیاج دارم. تو آمدی اینجا برای دیگران کار می کنی؟ زود برو باغ کار دارم. و من خونسرد جلوی او ایستادم و گفتم من دیگه برای تو کار نمی کنم. بابام گفت من هم تو را به خانه راه نمی دهم. گفتم نده، میرم توی کوه می خوابم، پیش تو نمی آیم. پدر با عصبانیت رفت و شب که شد من مانده بودم سرگردان که کجا بخوابم که صاحب قهوه خانه گفت همینجا روی یکی از تخت ها بخواب و یک لحاف کهنه هم به من داد و بعدن فهمیدم که خودش در قهوه خانه می خوابیده که اگر نیمه شب مشتری آمد پذیرایی کند و این را به من یاد داد. خیلی خوشحال شدم و همانجا خوابیدم. مشتری قهوه خانه زیاد شده بود و ماشین های زیادی روزها جلوی قهوه خانه صف می کشیدند. یک روز به نجف علی صاحب قهوه خانه گفتم اینجا روزها خوب مشتری دارد اما شبها خبری نیست. چند تا مهتابی و لامپ‌های رنگی به درخت‌ها بزن و چند تا میز و صندلی هم کنار این درخت‌ها بچین. مطمئن هستم شبها هم مشتری زیاد می شود. و نجف علی مثل اینکه خبر بزرگی دریافت کرده چشمانش برق زد و گفت درست میگویی پسر جان، من اصلا حواسم به این کارها نبود. و بلا فاصله شروع به سیم کشی کرد و همانطور که به او گفته بودم صحنه قشنگ و شادی در جلوی قهوه خانه به وجود آمد. من هم باغچه‌ای کنار میز و صندلی ها درست کردم و تخم گل لاله عباسی را که خیلی دوست داشتم و نگه داشته بودم آنجا پاشیدم. به نجف علی گفتم یک رادیوگرام و چند صفحه شاد هم بخر که برای مسافران آهنگ‌های شاد بگذاریم. او کمی به من خیره شد و گفت پسر جان، تو این چیزها را از کجا یاد گرفتی؟ گفتم وقتی در شهر بودم رادیوگرام دیدم، آهنگ‌های شاد شنیدم، ای کاش باز هم برمم شهر. و نجف علی خندید و گفت نه، پیش خودم بمان، اما پدرت وقتی مرا می‌بیند رویش را از من برمی‌گرداند و جواب سلامم را نمی‌دهد. گل‌ها سبز شد و شب‌ها غرق گل می‌شد. یاد حرف مادر بزرگم می افتادم که همیشه می گفت گل لاله‌عباسی گل مرد است. روزها که مردان سر کار هستند چشمانش را می بندد و می خوابد و شبها که از کار بر می گردند چشمانش را باز می کند و می خندد. به راستی این گل که هیچ کس به حسابش نمی آورد چقدر زیباست.
غروب که می شد من رادیوگرام را روشن می کردم و صفحات شاد می گذاشتم و لاله عباسی ها را آب می دادم. جلوی قهوه خانه را آب و جارو می کردم. ماشین های زیادی آنجا می ایستادند و علاوه بر چای و قلیان تقاضای شام هم می کردند و نجفعلی داشت فکر تهیه غذا می کرد. اهالی ده هم بر مسافران اضافه شده بودند و آنها که تا آن وقت هیچ تفریحی نداشتند به محض تاریک شدن هوا به کلبهشان می رفتند و می خوابیدند جزء مشتریان ما شدند و می آمدند آنجا می نشستند، چای می خوردند، قلیان می کشیدند و از فضای شاد و زیبای آنجا لذت می بردند. نجفعلی ابتدا به مشتریان نیمرو و آبگوشت می داد، اما به تدریج که تقاضای مشتریان زیاد شد یک آشپز پیدا کرد و چلو کباب و چلو خورش را نیز برای مشتریانش تهیه کرد. من دست راست او شده بودم و حرف شنوی زیادی از من داشت. به او گفتم باید فکری برای زمستانها کرد که مردم داخل قهوه خانه بنشینند. گفت تو چه فکری داری؟ گفتم به آشپز بگو آش درست کند و یک بخاری بزرگ وسط سالن کار بگذار که با هیزم بسوزد و این شهری ها این چیزها را دوست دارند. باز هم اول اهالی ده و سپس بر مشتریان مسافر ما اضافه شد و وقتی که می آمدند و دور بر آن آتش می نشستند و آش جو یا آش رشته داغ را می خوردند و موزیک شادی می شنیدند بسیار لذت می بردند. کم کم آنقدر مشتری زیاد شد که جا برای پذیرایی آنها نداشتیم و نجفعلی را وادار به بزرگ کردن سالن قهوه خانه کردم. او می گفت اگر شروع به بنایی کنم مشتری ها از دستم می روند. گفتم تو سالن بزرگی در کنار این سالن بساز و وسایلت را تهیه کن، بعد دیوار را یک شبه بر می داریم و سالن را به اینجا اضافه می کنیم. قهوه خانه ما کم کم به یک رستوران بزرگ تبدیل شد و من که از دست مزدم پسنداز قابل توجهی کرده بودم با خودم گفتم چرا خودم رستوران نزنم و برای خودم کار نکنم. یک روز که نجفعلی خیلی خوشحال و سرحال بود به او گفتم من میخواهم از اینجا بروم و او چشمانش گرد شد و گفت کجا؟ مگر من میگذارم؟ گفتم میخواهم برای خودم کار کنم، میخواهم به زندگیم سر و سامان بدهم. نجفعلی گفت میخواهی رستوران بزنی؟ اینجا مثل مال خودت است، اصلا بیا با من شریک شو. فکری کردم و گفتم باشد، با شما شریک میشوم و هرچه داشتم یک جلویش گذاشتم و او گفت فکر تو بود که قهوه خانه را به این شکل درآوردیم. پسرم تو با من شریک باش و بقیه پول اینجا را قسطی به من بده. خیلی خوشحال شدم. در آستانه 20 سالگی بودم که صاحب نصف رستوران شدم. بیشتر از پیش و با شوق بیشتری کار می کردم و سعی می کردم رستوران را هرچه بیشتر تمیز و مرتب و زیبا نگه دارم. پول فراوانی از رستوران به دست می آمد که شبها با شمردن پولها از شادی در پوست خودمان نمی گنجیدیم. ده هم پیشرفت کرده بود و آبادتر شده بود. در ده برق کشیده بودند و کلبه ها به تدریج داشت به خانه های آجری تبدیل می شد. مدرسه ساخته بودند. بچه های ده به مدرسه می رفتند. من در مدرسه خواندن و نوشتن را خوب آموخته بودم و دیگر مرد باسوادی شده بودم. بچه ها و جوانان ده همه باسواد شده بودند و همسن و سال های من همه حسرت کار مرا می خوردند. عده‌ای به سربازی رفتند و عده‌ای نیز به شهر رفتند.
اکثرا پدر و مادرها در ده مانده بودند و یک روز که مشغول کار بودم یک جیپ ارتشی روبروی رستوران ایستاد و سه نفر از آن پیاده شدند. سه نفر با لباس نظامی آمدند درون رستوران نشستند و نهار چلو کباب خوردند. وقتی می‌خواستند بروند دست مرا گرفتند و گفتند تو هم باید همراه ما بیایی. پرسیدم چرا؟ و نجف علی که از دور صحنه را دید سراسیمه جلو آمد و پرسید چرا، چه کار کرده که می‌خواهید ببریدش؟ و آنها گفتند این جوان سرباز است و باید برود 2 سال خدمت کند. نجف علی آهی کشید و گفت او همه کس من است. و آنها مرا به زور با خود بردند. وقتی سوار جیپ آنها شدم نجف علی چشمانش پر از اشک شد و گفت نگران نباش، سهمت را برایت نگه می دارم. و به این ترتیب من سرباز شدم. مرا به پادگان بردند و پس از کارهای اولیه مرا به پادگان عجب شیر فرستادند. من از سربازی ترسی نداشتم زیرا که همه زندگیم در حقیقت سرباز بودم، اما دلم می‌سوخت از اینکه تازه پیشرفت کرده بودم و می‌خواستم یک نفس راحت بکشم. خب باید به مملکتم خدمت می‌کردم. 2 سال که چیزی نیست. دوباره برمی‌گردم و این بار مرد برمی‌گردم. تجربه پیدا می‌کنم و بیشتر می‌توانم پیشرفت کنم. من آن موقع دنیایم فقط همان نصف رستوران بود و آنچه که در اطراف آن می‌گذشت و چیز دیگری نمی‌دانستم. من در پادگان عجب شیر دوستان و آشنایان زیادی پیدا کردم و چون قدم خیلی بلند بود و جوان دلیری نیز بودم در رأس گروهان خودم قرار گرفتم و آدم سختگیری هم بودم. در میان کسانی که به آنجا اعزام شده بودند جوانی بود که از هر فرصتی استفاده می کرد و کتاب می خواند. البته در هنگام سربازی وقتها کاملا در اختیار سران است، اما او حاضر نبود حتی از مرخصی استفاده کند و به جای مرخصی رفتن در پادگان می ماند و کتاب می خواند. من هم که کم به مرخصی می رفتم یک روز به او گفتم چی می خوانی؟ گفت کتاب. گفتم چه کتابی؟ گفت هر کتابی که به دستم برسد می خوانم. گفتم خب می خوانی که چه بشود؟ گفت کتاب معلم بی صداست، اما همه چیز به آدم یاد می دهد. اصلاً که آدم را وارد دنیای دیگری می کند، دنیای بسیار زیبا و غیر قابل تصور و هیچ منتی هم سرت نمی گذارد. گفتم یک کتاب هم به من بده بخوانم. و او گفت من اینجا کتاب خانه ندارم. وقتی برادرم به دیدنم می آید چون می داند کتاب دوست دارم برایم کتاب می آورد و کتاب خوانده شده را می برد در کتابخانه خودم می گذارد. اولین بار بود که اسم کتابخانه را می شنیدم، ولی فهمیدم که چه می گوید و گفتم می شود به برادرت بگویی یک کتاب هم برای من بیاورد؟ گفت همین که دارم می خوانم به زودی تمام می شود. خیلی کتاب خوبی است. می دهم به شما و از این به بعد وقتی شما خواندی من هم کتاب دیگری را تمام می کنم و به شما می دهم. و به این ترتیب من کتاب خوان شدم. و مانند او اصلا دیگر دلم نمی خواست به مرخصی بروم. از آن گذشته غیر از نجف علی کسی منتظر من نبود. به مرخصی برای چه بروم؟ کتاب واقعا در دنیای دیگری، در دنیای دیگری را به روی من گشود. اما من دارای 2 شخصیت شدم. شخصیتی که در خانه پدری شکل گرفته بود، یعنی بسیار خشن و بی‌رحم و بدخلق، و شخصیتی که کتاب به من داده بود، آرام، آموزنده، مهربان و فهیم. شخصیت دومم را بسیار دوست داشتم ولی نمی توانستم خودم را تغییر دهم.
در طول خدمت سربازی کتاب‌های زیادی خواندم و درس‌های زیادی از مفهوم کتاب‌ها گرفتم. دوران سربازی را طی کردم و بسیار آموختم. دنیای سربازی دنیای دیگری است. سختی‌ها را به خوبی تجربه می‌کنی و قدر راحتی و آسایش را بیشتر می‌دانی. اما این نه برای من بود که از کودکی سختی‌های زیادی را تجربه کرده بودم. به هر حال کتاب‌های آن جوان نیز مرا ساخت و اطلاعاتی را که ممکن بود در تمام طول زندگیم کسب نمی‌کردم به دست آوردم. از جمله کتاب قانون. قانونی که در کشور ما در حال اجرا بود. چقدر خوب است که انسان قانون میهنش را بداند و بشناسد. من خیلی چیزها آموختم. میدانستم که در 2 سال زندگیم را در سربازی نباخته بودم و آنچه که می آموختم در زندگیم بسیار مؤثر و پویا خواهد بود. وقتی 2 سال تمام شد و به من اجازه دادند که به خانه و زندگی عادیم برگردم، دلم میخواست باز هم بمانم. از دوستانم، از آن جوان کتاب خوان که زندگی مرا تغییر داد، تشکر و خداحافظی کردم و آدرس رستوران را دادم که وقتی از جاده شما عبور میکنند بیایند با من دیداری تازه کنیم. آنها نیز آدرس و تلفن به من دادند. هرچه از زندگی خانوادگیم خاطرات تلخ داشتم، از سربازی با خاطرات شیرین بازگشتم و یک کوله بار تجربه. یک سر به رستوران نجفعلی به رستوران رفتم. نجفعلی پشت میزش نشسته بود، اما رنگ روی خوبی نداشت. مرا که دید گفت خوش آمدی. از وقتی تو رفتی من بی کس و کار شدم و دیگر اینجا رونق خودش را از دست داد. گفتم نگران نباشید، دوباره به راهش می اندازیم و او گفت که بیمار است و فقط روزها اینجا می نشیند و تماشا می کند. رستوران را 2 پسرش اداره می کنند، اما آنها با هم سازگار نیستند و عقل درست حسابی هم ندارند. کار رستوران دارد از دست می رود. کمی دلداریش دادم. پرسید از پدرت نمی پرسی؟ گفتم کاری با آنها ندارم. گفت او 6 تا بچه دارد، اما بچه هایش بسیار ناسازگار و 2 تای آنها خیلی خلاف هستند. مردم ده را اذیت می کنند و خلاصه پدرت روزگار خوشی ندارد. گفتم برایم مهم نیست و حاضر نیستم او را ببینم. گفت نه پسر جان، هرچه باشد پدرت است، به دیدنش برو و کاری کن که از تو راضی باشد. حس کردم که دیگر نمیخواهد آنجا کار کنم و بعدها فهمیدم که پسرهایش گفتند که مرا در کارشان دخالت نمیدهند. به اصرار نجفعلی به خانه پدرم رفتم. کلبه به 2 اتاق آجری تبدیل شده بود. لوله کشی آب و سیم کشی برق شده بود. البته این برای کل ده بود. زن بابام تا مرا دید رویش را برگرداند. از بچه های قد و نیم قدش سراغ پدرم را گرفتم. گفتند او به باغ رفته است. به طرف باغ حرکت کردم. بابام تنها بود. داشت به درختان آب می داد. سلام کردم و رویش را بوسیدم. او گفت مرا تنها گذاشتی و من بیچاره شدم. گوسفندها را از دست دادم و کمرم از کار شکسته است. حالا آمده ای که بمانی؟ گفتم نمیدانم. نه نمیخواهم بمانم. صدایش را بلند کرد و گفت برو. برو برای همان قهوه چی کار کن. تو بابا میخواهی چه کنی؟ فریادهای او تمام گذشته را در خاطرم زنده کرد و آرام از او جدا شدم و به رستوران برگشتم. پسران نجفعلی به من نگاه تحقیرآمیزی داشتند که تحملش را نداشتم. به نجفعلی گفتم سهم من را می خری؟ و او پرسید کجا می خواهی بروی؟
گفتم دنبال سرنوشتم و او گفت در طول مدتی که تو نبودی سهم تو را کنار می گذاشتم و هرچه شد بابت بدهیت برداشتم، اما حالا اگر می خواهی سهمت را بفروشی خودم می خرم. گفتم رستوران را چند قیمت می گذاری؟ و به او مبلغ خوبی را پیشنهاد داد و من گفتم باشد، سهم مرا بده می روم. او گفت بنشین نهار بخور، حساب کتاب کنیم. گفتم نهار را با شما می خورم، ولی خوب می دانم که شما آدم منصفی هستید. هرچه بدهی قبول دارم. آن روز نهار را با نجفعلی خوردم و عصر آن روز او مبلغی را در یک پاکت قهوه‌ای رنگ گذاشت و به دست من داد. رویش را بوسیدم و با او خداحافظی کردم. برق شادی را در چشمان دو پسرش دیدم. برایم مهم نبود. باید روی پای خودم می ایستادم. جلوی اولین اتوبوسی که به شمال می رفت را گرفتم و سوار شدم. و حدود 10 کیلومتر که رفتم دهی بود که می شناختم. همانجا پیاده شدم و نگاهی به اطرافم انداختم. آن ده نیز کمی آباد شده بود و یک قهوه خانه کوچولو و کثیف در کنار جاده داشت. وارد قهوه خانه شدم و صاحبش را خواستم. پیرمردی حدود 80 سال. گفت چه کار داری جوان؟ گفتم قهوه خانه را می فروشی؟ و او پرسید چند می خری؟ شروع به پرسجو کردم و خلاصه این که با قسمتی از پول من قهوه خانه معامله شد و نزد کدخدای ده رفتیم و نامه رد و بدل کردیم که حالت سند قهوه خانه را داشت. پایان قسمت 2.